تنها راه نجات ما به نظر من صداقت و راستی است با مردم، حتی اگه به ضررمون هم تمام بشه. روز جمعه 24 آبان 1398 اعلام شد که قیمت بنزین افزایش خواهد یافت. از همان ساعت اول اعتراضات آغاز شد و در عرض یک روز به اوج خود رسید. حتی من با یکی از مقامات شب اون قضیه ملاقات داشتم. یه دفعه ایشون به من گفت که بنا ساعت 12 اعلام بشه، من شوکه شدم. میزان خشونت و دامنه اعتراض بعد از انقلاب بی سابقه بود. اتوبان امام علی رو مسلحانه آمدن بستن. ما مثلا در شهرک شهید چمران ماهشهر در درگیری ها شاهد بودیم که مهاجمین و آشوبگرا سلاح‌های نیم سنگین آورده بودند، تیربار به کار می‌گرفتند و مقابله می‌کردند. تانک آوردن اینجا، مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اسلحه بخریم، خب می‌رفتیم نون می‌خریدیم. بر اساس اعلام وزارت کشور بیش از 200 نفر کشته شدند و این حجم از برخورد نقطه عطفی در تاریخ اعتراضات بعد از انقلاب محسوب می شد. اما فرق آبان 98 با بقیه اعتراضات بعد از انقلاب چه بود؟ نخستین اعتراضات بعد از انقلاب در دهه 70 اتفاق افتاد، زمانی که جنگ تازه تمام شده بود و تورم کشور به 49% می‌رسید. چشمگیرترین اعتراض در کوی طلاب مشهد اتفاق افتاد. بعد از آن حادثه یک کوی دانشگاه و اعتراضات سال 78، اعتراضاتی با ماهیت سیاسی که گستره آن از تهران فراتر نرفت. ماشه اعتراضات سال 88 با اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کشیده شد و با حضور طبقه متوسط شهری در تهران و فقط در برخی شهرهای بزرگ ادامه پیدا کرد. اما دامنه و شکل اعتراضات دهه 90 دچار تحول شد. اعتراضات دیماه سال 1396 در شهر مشهد آغاز شد و در فاصله یک روز در 61 شهر دیگر ادامه یافت. از میان 31 استان کشور، 25 استان در اعتراضات شرکت داشتند و کمتر از 2 سال بعد اعتراضات سراسری آبان 98 رقم خورد. 98 هم 2 روز طول کشید، ولی سنگین‌تر از 96 بود، چون گسترش خیلی زیاد شد. از طرفی در داخل شهر هم توسعه بگیر، مثلا در یه شهر ما مثل تهران و از شیراز اصفهان، در یک شهر شاید بیش از 150 نقطه درگیری داشتیم. بیش از 200 نفر کشته و هزاران نفر دستگیر شدند. اعتراضات 27 استان را درگیر کرد، اما علت اعتراضات چه؟ اعتراضات آبان به بهانه افزایش قیمت بنزین شروع شدند، ولی در واقعیت اینها محصول مجموعه از نارضایتی های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در کشور بودند که خودشون رو به این صورت بروز دادن. اگه شنیده باشید که 10 روز پیش مردم ایستادن بیرون، راه ها رو بستن. مردمی که بیرون راه ها رو بستن، خدا شاهده، به خاطر بنزین نبود. مشکل مردم بنزین نبوده، فقط مردم منتظر یه جرقه‌ای بودن، خسته شدن، ترکیدن دیگه، اینجا رسیده بود. به نظر می‌رسید که دلایل اقتصادی خب نقش بسیار مؤثری داشته، ولی من احساس می‌کردم که دلایل سیاسی انگار در این اعتراضات نقش پررنگ‌تری رو به خودشون گرفتن. یعنی این احساس که انتخابات مجلس یا سیاست ریاست جمهوری قادر به پاسخگویی به نیازهای جامعه نیستن. جامعه شناسان معتقدند اعتراضات با ماهیت سیاسی و اقتصادی با بقیه اعتراضات بعد از انقلاب یک تفاوت کیفی داشت. گروه‌های مختلف اجتماعی، فرودستان، زنان، دانشجویان، جوانان و طبقه متوسط فقیر در اعتراضات حضور داشتند. تلاقی از تهیدستان شهری و طبقه متوسط فرودست. طبقه متوسط فرودست شامل افراد تحصیل کرده‌ای که با استفاده از فناوری‌های شبکه اجتماعی به آنچه که ندارد آگاه است. به هر حال جامعه در شرایطی که
نارضایتی ها بالاست و کنشگرای وسیعی در جامعه وجود دارن، درخواست تغییر واضحه و ناامیدی از شیوه های معمول ابراز عقیده است که اعتراضات را به خشونت میکشد. در کشور ما چون عملا هیچ وقت ما اعتراض رو به رسمیت نشناختیم، این اعتراضات و این مثلا تظاهرات و راهپیمایی و اینا خیلی زود به درگیری کشیده میشه. نسل جوانی که یا بیکار است یا شغل مرتبط با مدرکش را ندارد، نسلی پر از خشم که به شدت احساس مظلومیت میکند. آنچه که مهمه ما تو این کشور باید اجرا میکردیم و متاسفانه احساس میکنم ازش خیلی فاصله داریم، بحث عدالته. عدالت قومیتی، عدالت نژادی، عدالت جناحی، عدالت جنسیتی، هر عدالتی که میشه، هر رفتاری که باید در اونجا ما اقدام بکنیم باید عادلانه عمل میکردیم. ما این کارو نکردیم. ما تو هر خونه بری یکی دو تا بیکار هست و 20 تا پتروشیمی هست، بندر هست، صادرات هست، من در صادراتی هست، همه چی هست. چرا باید بچه‌های ما بیکار باشن؟ خطر این هست که در واقع این حاشیه نشینان از آبی اکتعاب علی، اینها اساساً در واقع رانده شدگان اجتماعی هستند که در واقع ما گلوی اینها رو داریم میفشاریم با سیاست‌های نئولیبرال. و اینها اگر که به موقعیتی برسن که چیزی برای از دست دادن نداشته باشن، اساساً یک در واقع بحران اجتماعی و امنیتی بسیار جدی رو در کشور آغاز خواهند کرد. وجود ابزار و شیوه های مختلف بسیج اعتراضی به میانجی وسایل ارتباطی جدید، گروه های متفاوت با پایه های اجتماعی متفاوت نظیر زنها، کارگران، روستایی ها یا بیکاران و جوانان رو به هم وصل کرده و به صورت یک واحد ملی مفترض تبدیل کرده. بذاریم مردم حرفشون رو بزنن، صداشون شنیده بشه و حضورشون در حقیقت در جامعه معنادار بشه. اگر نتونیم یک چنین جوی رو درست بکنیم،